بیش از 80% جمعیت جهان به شکل منظم محصولات لبنی مصرف می کند. این میزان تقاضا باعث شده درخواست‌ها برای خارج کردن حیوانات از مدار تولید محصولات لبنی افزایش پیدا کند. به همین دلیل تولید محصولات غذایی بدون بهره‌گیری از حیوانات گسترش بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و این پدیده در صنعت لبنیات هم در حال سرعت گرفتن است، به طوری که پس از تولید گوشت مصنوعی حالا برخی شرکت‌ها به سمت تولید شیر مصنوعی رفتند. در تهیه این نوع شیر نیازی به استفاده از دام نیست و محصول با استفاده از یک شیوه بیوتکنولوژی به نام تخمیر دقیق تولید می شود. در روش تخمیر دقیق، میکروارگانیسم ها یک کد ژنتیکی دریافت می کنند که آنها را قادر می سازد پروتئین های موجود در شیر طبیعی را تولید کنند. استفاده از این شیوه باعث می شود شیر مصنوعی ویژگی های ظاهری و مواد مغذی شیر طبیعی را پیدا کند و در طول فرآیند تولید نیز مواد معدنی، شکر، چربی و طعم دهنده ها به آن افزوده می شود. در فرآیند تولید شیر طبیعی، گاز متان از دستگاه گوارش گاو ها انتشار می یابد، اما در تولید شیر مصنوعی این مسئله وجود ندارد و سازگاری بیشتری با محیط زیست ایجاد می شود، چرا که گاز متان یکی از مهمترین عوامل سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی است. هم‌اکنون شرکت آمریکایی پرفکت دی پروتئین‌های غیر حیوانی به نام میکروفلور تولید می‌کند که در تولید محصولاتی مثل شیر، بستنی و مکمل‌های پروتئینی استفاده می‌شود و این محصولات در بیش از 5000 فروشگاه آمریکا در دسترس است. شرکت استرالیایی ادنبری نیز در تولید شیر مصنوعی فعالیت دارد و هدف از این کار را کمک به کاهش سرعت تغییرات اقلیمی اعلام کرده است. OG Foods هم شرکت استرالیایی دیگری است که با سرمایه گذاری 25 میلیون دلاری روند تولید شیر مصنوعی را سرعت بخشیده و قصد دارد طی 7 سال آینده شیر مصنوعی را با قیمتی کمتر از شیر طبیعی به بازار عرضه کند. در کنار مزایای زیست محیطی شیر مصنوعی، دانشمندان هشدار دادند که تولید کنندگان نباید به سمت تولید محصولاتی فوق فراوری شده مانند نوشیدنی‌های انرژیزا بروند و شیر مصنوعی باید تمام ویژگی‌های شیر طبیعی را در خود حفظ کند.